در دنیای امروز علم، دانش و پژوهش موضوعی مهم و اساسی برای کشورها از جمله کشور ماست. اما این موضوع دچار آفات‌هایی است که یکی از مهمترین این آفات رقابت دانشگاه‌ها در برگزاری همایش و سمینارهایی با حضور چهره‌های خارجی است. گاهی این رقابت آنچنان پررنگ می شود که برخی از دانشگاه‌ها حاضرند به هر قیمتی و بدون ملاحظه از میهمانان خارجی دعوت کنند، حالان که این موضوع می تواند تبعات خطرناکی را برای کشور در پی داشته باشد و این فرد تحت پوشش چهره علمی می تواند رخنه‌ای باشد برای تمرکز و برنامه‌ریزی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه برای نفوذ و جاسوسی. البته مقصود برچسب زدن به همه چهره های علمی اتباع خارجی نیست، اما نفوذ تحت عنوان چهره علمی برای سرویس های جاسوسی بیگانه کم ریسک ترین و کم خطرترین راه نفوذ به کشور است، تا جایی که مهمترین واحد اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی موسوم به آمان نیز به نفوذ از این راه طمع می کند. همه بارها نام موساد را شنیدید، اما شاید برای نخستین بار است که واژه آمان را می شنوید. برای روشن‌تر شدن موضوع به طور اجمالی به بررسی ساختار سازمان‌های اطلاعاتی در رژیم صهیونیستی می پردازیم. این نمودار کیفیت ساختاری این رژیم در حوزه اطلاعات و امنیت را نشان می دهد. رژیم صهیونیستی به واسطه ساختار شکننده‌اش دارای چندین نهاد امنیتی به طور موازی است. دو سرویس امنیتی موساد و شاباک به طور مستقیم زیر نظر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اداره می شوند. موساد سازمان اطلاعات و ماموریت های ویژه برون مرزی و شاباک یا همان شین بت سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم است. اما در این میان آمان که واحد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی است، از لحاظ میزان فعالیت و گستردگی عملیات در زمینه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در میان سایر سازمان‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. واحد اطلاعاتی آمان با دارا بودن یگانه 8200 که بخش عمده‌ای از کارکنان آن به زبان فارسی مسلط بوده و با دامنه گسترده‌ای مشغول به جمع‌آوری اطلاعات هستند، نقش ویژه‌ای را در تأمین اهداف اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی بر عهده دارد. تابستان 1397 زنی به نام کایلی مور گیلبرت با تابعیت دوگانه استرالیایی انگلیسی حین خروج از کشور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه دستگیر می شود. در همان ابتدای دستگیری موج رسانه‌ای گسترده‌ای در غرب به راه افتاد و انتشار خبر دستگیری یک چهره علمی و دانشگاهی در دستور کار آنها قرار گرفت. به راستی کایلی مور گیلبرت کیست و چرا در ایران بازداشت شد؟ او متولد 28 می 1987 شهر گاسفورد در استرالیا است. او پس از جذب توسط سرویس جاسوسی اسرائیل آمان موفق شد در دانشگاه کمبریج انگلستان پذیرش بگیرد. تابعیت انگلستان را نیز دریافت کرد. باز شدن پای کایلی به انگلستان و کمبریج باعث شد که با پسری صهیونیست تبار به نام روی وینکوویتس دوست شود و با او در سال 2007 به سرزمین های اشغالی سفر کند. در همان زمان بود که او به یهودیت تغییر دین داد. کایلی از آن پس تا سال 2011 چند مرتبه با روی به سرزمین های اشغالی سفر کرد و با او ارتباط داشت. روی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی بود و پدرش نیز از افسران بلندپایه رژیم اشغالگر محسوب می شد. کایلی پس از قطع ارتباط با روی در سرزمین های اشغالی با مرد صهیونیست تبار دیگری به نام رستان خودرو ارتباط گرفت که با هدایت این سرویس این ارتباط در سال 2013 منجر به ازدواج آنان شد. رستان از یهودیان مهاجر دهه 1990 به سرزمین های اشغالی است. او نیز یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی بود. رستان همسر کایلی پس از مدتی در یک بنگاه جاسوسی زیر عنوان یک شرکت استرالیایی متعلق به یکی از اعضای شاباک یا همان سازمان امنیت داخلی صهیونیست هاست مشغول شده بود. رستان توسط مدیرش کایلی را به یکی از افسران موساد به نام زوهار معرفی می کند و به او ایمیلی می فرستد و در آن متذکر می شود که درباره خاورمیانه با این افسر امنیتی دیدار خواهد داشت. در این عکس
کایلی نفر چهارم از سمت راست است. عکس در سال 2013 در یک مرکز آموزش نظامی که در شهر حیفا قرار دارد گرفته شده است. کایلی اینجا تحت آموزش نظامی قرار گرفته بود و در همان سال نیز در مرکز مطالعات موسوم به ضد تروریسم که وابسته به هرتزلیاست حضور داشت. هرتزلیا نام مؤسسه است در رژیم صهیونیستی که در پوشش کالج تحقیقاتی خصوصی بسیاری از فعالیت‌های جاسوسی را عملیاتی می‌کند. از این پس هرتزلیا کایلی را در قالب فعالیت‌های پژوهشی ولی در حقیقت به عنوان یک جاسوس آموزش دیده به کار گرفت تا برای آن دستگاه عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را به جریان انداخته و شبکه‌سازی نمایند. او زبان فارسی و عربی را در طول 1 سال و 6 ماه زیر نظر افسر هادی خود در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به نام جاسم حسین معروف به عمار فرا گرفت. او حتی برای چگونگی داشتن حجاب نیز به خوبی آموزش دیده بود. از آن زمان کایلی برای موضوع ارتباطات محور مقاومت شروع به جمع‌آوری اطلاعات می‌کند. در سال 2015 با پوشش ادامه تحصیلات تکمیلی و انجام تز دکترای خود برای دانشگاه ملبورن استرالیا شروع به جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از ارتباطات درونی شیعیان بحرین می‌کند و به دنبال آن نیز تلاش می‌کند تا با سفرهای پی در پی بر زبان‌های محلی مسلط شود. او دوبار به بحرین سفر کرد و به دنبال شناسایی چهره‌های اثرگذار در گروه‌های مخالف رژیم بحرین بود و دستور داشت تا ارتباطات میان شیعیان بحرین و محور مقاومت را کشف کند. پس از انجام دستورات محوله در بحرین، نوبت آن بود که کایلی ادامه مأموریت خود در داخل خاک ایران را عملیاتی کند و افزون بر این به طور مشخص شبکه سازی کند. بنابر دستور سرویس اطلاعاتی غربی، عربی و عبری، کایلی پیش از سفر به ایران تمام وسایل الکترونیکی خود را تعویض نموده است و با شگرت‌های اطلاعاتی که قبلاً در سرزمین‌های اشغالی فرا گرفته بود، علامت صحت سلامت را تعیین کرده تا در صورت بروز مشکل اقدامات ثانویه توسط همسرش روسلان انجام شود. او در سال 2018 نخستین سفرش به ایران را تجربه می کند تا شناسایی و برنامه ریزی اولیه را در ایران انجام دهد. او به مدت 2 هفته در تهران مستقر شده و مبادرت به شبکه سازی می کند. طبق آموزش هایی که کایلی دیده بود و برای اینکه در ایران کسی به رفتارهای او شک نکند، دستور داشت تا در همه مراکز گردشگری و تفریحی حضور پیدا کند و در آن محلها با تلفن همراه خود عکس بگیرد. این حضور شامل مکانهای مذهبی نیز می شد. همچنین دستور داشت برای عادی جلوه دادن رفت آمدها تمام ترددها و سفرهایش را با تاکسیهای اینترنتی انجام دهد و هیچگونه تماسی را از خطوط مخابراتی ایران با خارج از کشور برقرار نکند. به او گفته شده بود سفرهایش به سرزمینهای اشغالی و یا هر گونه ارتباط با صهیونیست‌ها را پنهان نگه دارد. او برای نفوذ در جامعه هدف خود را به امور مذهبی علاقمند نشان می‌دهد، به طوری که در یک بازه زمانی مشخص حضور گسترده‌ای در اماکن و مراسمات مذهبی داشته است. او پس از بازداشت و تفهیم اتهام به جرم جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی تنها برای یکی از عناوین اتهامی خود به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. اکنون با گذشت حدود 2 سال از بازداشت و صدور حکم و با توجه به اهمیت مأمور کایلی، پس از درخواست‌های مکرر مقامات بلندپایه سیاسی، دولتی و مسئول سرویس اطلاعاتی این کشور، این جاسوس دو تابعیتی استرالیایی انگلیسی در تاریخ 4 شنبه 5 آذر ماه 1399 در تبادل با 3 فعال اقتصادی ایرانی که به دلیل نقض تحریم‌های ظالمانه آمریکا در حبس بودند به مقامات کشور استرالیا تحویل داده شد.
سرویس های اطلاعاتی و امنیتی دشمن صهیونیستی همواره پروژه های جاسوسی زیادی را برای نفوذ در ایران در دستور کار خود قرار دادند که با لطف خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تا کنون جملگی ناکام مانده و پروژه نفوذ و جاسوسی کایلی مور گیلبرت نیز به خیلی پروژه های شکست خورده آنان افسوده شد.